در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسول اطهر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. درود ربكم برسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میخوایم امروز یک بحثی را راجع به اهداف تربیت اسلامی به طور فهرستوار یک گذر داشته باشیم. به تعبیر دیگر، هدف ما از این نشست ها و از این دروس چی است؟ چی میخوایم؟ در کل قضیه خویست الحمدلله که ما شما میدانیم و باور ما است که اسلام قانون الهی است که آمده است از طرف الله متعال تا رابطه یک انسان را با خالقش، با جامعهش و با خودش تنظیم بکند. روی اساس وقتی که این دین می آید، طبیعی که تربیت اسلامی همانا از خود یک اهداف مشخص خود را دارد و ایره ما باید بدانیم که اسلام از ما چی میخواهد، چی میخواهد از نظر فکری، چی میخواهد از نظر علمی، روانی، عملی. ای کلش باید یک مسلمان بداند و جایگاه خود باید مشخص بکنه که ما در کجا هستم و هدف عالی و آخرین نقطه‌ای که داده شده او را هم باید بفهمد که چقدر پیش فاصله داره و چی موانعی در بین ازی و در بین از او هدفش است، چی کاری بکند که خود را به امو هدف و مقصدش برساند. هدف کلی و اساسی همانا ایست که انسان به قرب الله متعال برسد و الله را به عنوان معبود و به عنوان تربیت کننده و اعطای نعمت کننده باید بشناسد، به ای که او خالق است، او مالک است و او معبود است. روی اساس در تربیت اسلامی هدف عمده و اساسی همیست که انسان به پروردگارش نزدیک شود. این هدف است. انگامی که هدف ای شد و ای را ما شما در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم خواندیم، ان الله طیبون لا يقبل الا طيبا، گامی که گپ ای شد که الله پاک است، او اعمالی را دوست دارد که او پاک بوده باشد، پس این موضوع هم دقیق شد و که الله متعال وقتی به یک بندیش نزدیک می شود یا بندیش را بر خود می خواهد نزدیک بکنه که این بنده پاک باشد، پاک از حیث عقیده، پاک از حیث عمل، پاک از حیث رفتار و شیوه و کردارش، ای کلش باید طهارت داشته باشد. پس هدف تربیت اسلامی در کل حصه ها امیست که انسان را از نظر اعمال پاک بکند، از نظر عقیده پاک بکنه و وادارش بکنه تا که اقدام بکنه به نزدیکی الله متعال و به قرب الله متعال. پس این یک هدف عمده است که هدف تربیت اسلامی در حقیقت و مقصد تربیت اسلامی است. بعد می‌بینیم که ما نمی‌تونیم که یک انسان را به طرف پروردگارش نزدیک بکنیم مگر ای که ما یک خانواده صالح را برای تربیت فرد نسازیم.
هرگاه فامیل او تکوین یافته به اساس ارزش های اسلامی نباشد، پس فردی که ساعتها در اوج سپری می کند چطور می تواند که او صالح بماند و یا پاک بماند؟ پس در تربیت اسلامی هدف ایست که ما فرد را می خواهیم اصلاح بکنیم، ولی فرد در گروی خانوادش است. پس بنابراین مقصد چی است؟ اصلاح خانواده هم است. برای ازی که ما بتانیم به یک اجتماع خوب برسیم، این اجتماع خوب هم از ما شما طبیعی که کار می خواهد، زحمت می خواهد، که تا که او نقاط را دقیق نگیریم مشکل بر ما خواهد بود که ما یک خانواده خوب داشته باشیم. پس صلاح اجتماع و ساختار سیستم و سکتور اجتماعی از جمله اهداف بزرگ تربیت اسلامی است. بعد در مرحله چهارم است که اجتماع خود ساخته نمی شود که یک دفعه صالح شود، تا که کسی که اجتماع را قیادت می کند او باید صالح باشد. اگر قیادت ها صالح نشود اجتماع صالح نمی شود. پس قیادت ها را از نظر فکری باید صالح بکنیم. به طور مثال قیادت جامعه را کی عهده دارد؟ علما با عهده دارد. علما باید صلاحیت تربیت داشته باشد. اجتماع را کی اصلاح میکنه؟ حکومت. حکومت باید صالح باشد و توانایی رهبری صحیح را باید داشته باشد. هرگاه ما فرد در گرو یک حکومت و در گرو اجتماع است، در گرو خانوادهش است، بعد از او باز اگر حکومت فاسد باشد زمینه را مساعد میکنه به فساد جامعه. اگر رهبرای دینی غلط باشند و خدا نخواسته فاسد باشند زمینه را مساعد میکنن به خلاطی اجتماع و فساد اجتماع. وقتی که فساد اجتماعی پیدا شود خانواده ها مسئول شده نمیتونه. یعنی ما ایت فکر بکنیم در امیجا ما شما ششتیم، همه ما شما همه درد دینی داریم، ولی ایمان هم پرسان بکن در خانه ما تلویزیون است یا نیست؟ میتونه که بگه که میش تلویزیون نمشنوم؟ صحیح شد؟ مشنوی نمشنوی؟ مشنوی. آره ایره خواسته مشنوی یا ناخواسته؟ ایره ناخواسته مشنوی، ایره نمیخوایی، دوستش هم نداری، ولی با وصفی از او هم مشنوی. چرا مشنوی؟ زیرا هرگاه حکومت ها فاسد شود پس تأثیر گذار است بر بالای خانواده نی، تأثیر گذار است بر بالای خانواده. تو بخوای نخوای خودت از بازار میری تلویزیون میخری و ریموتش هم در اختیار خودت است و طوری که تو میخوای هم در چینلش دور میدی. دقیق شده انشالله؟ پس ببینیم که جامعه ما و فامیل ما، ای فامیل ما و ای جامعه ما تأثیر گذار است. از کی؟ از حکومت ها. عین شکلش فامیلای ما و اجتماع ما تأثیر گذار است از رهبرای دینی، از تأثیر گذار است. شما ببینین یک گروپ رفته در یک جای شده میگه ما صوفی هستیم، امام جمعش امی مردم را طوری که رهبری میکند طوری که خواسته باشد کل اگه مو چیز را میگه نمیگوید، امو را میگوید، خواسته نخواسته امو گپ را میزند، امو شور خوردنش هم سهیست، دول سرنه هم سهیست، رقص هم سهیست، همه چیز میگه سهیست. چرا سهیست؟ برام فلان اصل گفت. سهی شد؟ این طرف یک امام یک کسی رهبر دینیش یک سلفی میباشد، پس از امام ابو حنیفه که زیاد اجتهاد میکند. سهی شد؟ از امام ابو حنیفه که بالا میرد، امام ابو حنیفه هم یک ملاست، من میگه یک ملاست. این را میگه نمیگوید؟ میگوید. اعتراضات را به ائمه و به بزرگان میکنه نمیکنه؟ میکنه، در حالی که خودش قرآن هم یاد نداره. پس چرا این رقم میشود؟ پس رهبری دینی تأثیر گذار است بر کی؟ بر احاد مردم، بر جامعه مردم. هرگاه در اوجا بر تو از نظر رهبری دینی یک شی نرم و صحیح و مطابق با واقع داده شود تو طبیعتا نرم میشی، تو تربیتاً تحمل پذیر میشی، عقده ها از سینت مبره. ولی ارگاه ایجا غلط توجیهات داده شد به همون شکل تربیه میشی، حتی بالاتر از کسی که بر سخن میگوید، از کسی که تو را رهبری میکن.
پس ما هرگاه رهبرای دینی غلط را داشته باشیم و یا ضعیف داشته باشیم به تعبیر دیگر، ما فامیلای ما و افراد جامعه ما اونا غلط و به اون شکل تربیه می شود. درست شد انشاءالله؟ پس بیاییم که هدف تربیت اسلامی چی است؟ ساختن یک انسان که به بهترین وجه بتونه با پروردگارش چی بکنه؟ تماس داشته باشه، نزدیکی داشته باشه و قرب داشته باشه. این هدف است. یک انسان الگو و نمونه از دین را به جامعه تقدیم بکند. دقیق شدین؟ یک انسان الگو و نمونه را برای جامعه تقدیم بکند، از حیث اخلاصش نزد پروردگارش، از حیث عملش برای مردمش. در هر سطح که ببینه مردم او را ببینه و او را مثال بگوید، فلانه نفر فلانه نفر. یک فامیل مشخص دارای الگو و ویژگی های خاص خودش میخواهد داشته باشد که او فامیل مورد احترام هر انسان قرار بگیرد و در هر جایی که باشد. یک جامعه با وقار و با حیثیت ای را داشته باشه که حساس باشه جامعه، جامعه حساس، جامعه زنده، ای را اسلام میخواهد. پس هرگاه ما جامعه خوب داشته باشیم، جامعه ما با چی میکنه؟ حکومتهای خوب میسازد، قیادتهای خوب باز میسازد و ما را به اون طرف توجه میکنه. خدا کنه تانسته باشم که این نکات مختصر بتون. حالی عزیزایم، وقتی که ما میخواهیم که یا تربیت دینی ما میخواهد که افراد را تربیت بکنه و بسازد که علایق شایسته ای را با پروردگارش داشته باشد، این ناممکن است مگر ای که ای افراد اولا اما عقیده توحید و یگانگی الله متعال در تمام شیرنایانای وجودش باید نقش ببندد. یک انسان به معنای واقعی موحد باشد، یک تاپرست باشد. اگر ما خواسته باشیم که یک نفر را تربیه بکنیم به ای که راستی او یک تاپرست شود، انگامی می شود که این نفر تربیه شود آنچه که تو داری الله برات داده. دقیق شدین؟ و هر احتیاجی که تو داری از الله بخوای. و ما بکم من نعمه فمن الله. صحیح شد؟ ای اساس هست و ای زیربنا هست. ارگاه انسان به ای تربیه شد که تمام نعمت ها را الله به ما داده، به علمش داده، به قدرتش داده، به ارادهش داده. دقیق شدین؟ همه نعمت ها را که به ما ارزانی کده کی داده؟ الله داده. ای را جزافی داده؟ الله هیچ کار را به جزافی نمی کند. صحیح شد نه؟ به تخمین نمی کند. الله با ما هر نعمتی که عطا کرده، اون نعمت ها چی فردی است و چی اجتماعی است، کلش به اساس دقت و عالمانه صورت گرفته. صحیح شد؟ زیرا الله عالم است. شی را پوچ پیدا نمی کنه و پوچ به انسان نمی دهد. صحیح شد؟ پس عطای او به اساس علم است. از جمله چی است؟ ایجاد، پیدا کردن. الله ما را پیدا کرده است با تمام میکلشیم در ایجاد ما و در تخلیق ما. هیچ کس مداخله نکرد، نه پدر نه مادر، نه دوست نه دشمن، هیچ کس. الله به علمش ما را پیدا کرده، با قدرتش ما را پیدا کرده، به ارادهش ما را پیدا کرده. در پیدا کردن ما نه از ما مشوره گرفت، نه از کسای دیگری مشوره گرفته. برای من نگفته که تو را در کدام فامیل پیدا میکنم، در کدام مملکت پیدا میکنم، در کدام زمان پیدا میکنم. رفتنم بر من تعیین نکرده، او هم پیش خودش است. در کجا، در کدام زمان و چطور از این دنیا تو را رحلت میدونم، این هم معلوم است. پس هر نعمت از کیست؟ از الله است. تشکر از کی باید بکنی؟ از الله باید. سپاس باید از الله بکنی. ارگاه در ریشه یک انسان ای پیدا شود و قائم شود
که همه نعمت ها را الله می دهد و همه نعمت ها را الله می گیرد. او ذاتی از تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر. این انسان، انسان آراسته و انسان یکتاپرست و موحد است. صحیح شد؟ ارگاه ایده وجود تو نقش پیدا کرد، بعد از حوائجت را از کی میگیری؟ از الله. با کی التجا میکنی؟ با الله. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء. یاساس شد. کل چیز در اختیار الله متعال است، همش در اختیار اوست. پس احتیاج را از او بخوای. صحیح شد؟ از او بخوای. و رسول ما صلی الله علیه و سلم امیر به ما یاد داده است، امیر به ما یاد داده است. انگامی که میگیم الله اکبر، پس حمد و ثنا میخوانیم، در یک جا چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میخوانیم نمیخوانیم؟ بار بار تکرار میکنه نمیکنه؟ پس اساس همیش اوز هدایت میدهد. هدایت هم از او باید گرفته شود. استقامت از اوست. نقشه را او داده است، نقشه را او داده است. پس یک فرد موحد یک تاپرست به این شکل ساخته می شود. از اهداف دین است، از اهداف تربیت اسلام است. انگامی که یک نفر با این شکل تربیه شود که تنها معبودش را، مالکش را، خالقش را الله بداند، در زندگیش یک عظمتی پیدا می شود که جز با مالک اصلیش با کسی دیگری باز سجده نمیگذارد، با کسی دیگری باز انحنا نمی کند. صحیح شد؟ باز مالکش که چیزی را برش امر می کند بدون چون و چرا از او اطاعت می کند. درست شد؟ پس مالک برای ما چی می گوید؟ میگه اگر می خواهید که خوب مردم باشین و اگر می خواهید که خدا را دوست داشته باشین، پس شما چی بکنید؟ از پیغمبر اطاعت بکنید. اما تصنی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. پس اساسی شد. اونو رب ما گفته از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام بدون چون و چرا اطاعت بکن، بدون چون و چرا اطاعت کن. تو در سخن رسول الله سخن تا پیش نکو، در فکر رسول الله فکر تا پیش نکو، در اختیار رسول الله اختیار تا پیش نکو. تو محض اطاعت باید بکنی. چه رقم؟ قرآن کریم چیزی با می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ای مسلمانا، آوازتان را بر آواز پیغمبر بلند نکنید و او را صدا نزنید مانند که در میان خود به یک دیگر صدا میزنید. و جهر امرایش سخن نگو. اگر چنین بی ادبی را کردی ان تحبط اعمالکم، قریب است که اعمالتان چی شود؟ نابود شود. یعنی اساس چی بود؟ اطاعت الله. او از بین می رود، علایقت با الله از بین می رود، روابطت با الله قطع می شود، نمی تونی کار بکنی. پس اساس این شد که ما انگام که نعمت ها را از آن الله می دانیم، در سر زمین الله زندگی میکنیم، در زیر چتر آسمان الله زندگی میکنیم، او مالک ما، خالق ما و مدبر امور ماست، او بر ما تدبیر داد که از کی اطاعت بکن؟ از رسول الله اطاعت کن. صحیح شد؟ از رسول الله اطاعت کن. تا اطاعت رسول الله زمینه را مساعد بکنه که تو انسان ضعیف تقویه شوی. تو انسان ضعیف چی شوی؟ تقویه شوی. بعد دید تفاوت بکند، شنوایی تفاوت بکند، از این ماده پرستی از این چی شوی؟ دور شوی و از اشیا را کما حقها و ببینی و بشنوی و تعبیر بکنی. زیرا ما نمیتونیم. چی رقم تربیه میکنی؟ برادر گلم، تو که در یک صنف نشینی، وقت برش نتی،
و از استادت که برات میگه این تو بک همون تو رهبری نشوی، تو میتونی یک دکتری خوب شوی؟ میشود. تو اگه میخوای دکتری خوب شوی باید زانو بزنی، یک باز ارشاداتی که او برات میگه که ای جاره چیر کن، همون تو چیرش کن، اگه دیگه جاره چیر کردی خرابش میکنی، نی او برات گفته. در ارتباط با پروردگارت از جان خود ارتباطات را جور نکو. رسول الله که برای چیزی گفت اما تو بکو، بعد از او تو چی میشی؟ رابطه تنسیق میشود. پس عزیزم، در تربیت اسلامی ساختن یک انسان موحد و یک تاپرست و ابتداعا که نعمتها را از آن الله بداند، صحیح شد؟ کل مالکیت را از آن الله بداند، خالقیت را از آن الله بداند و امور را بداند که الله کنترل میکند. این عقیده شد برای حفظ ازی که تو احتیاجاتت را بگیری، با پروردگارت باید ارتباط داشته باشی، زیرا تو خود محتاج هستی. وقتی که میخوای که احتیاجت را روا بکنی، با این ضعف و ناتوانی که داری کی میتونی مستقیم از الله بخوای؟ الله برای تو میگه که این تو بکو، باز ارتباطت با ما تنسیق میشه. و او در روشنی اطاعت کیست؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم. دقیق شد انشاءالله. خب پس تربیت فرد اول از نظر فکری شد، عقیده خوب، با از نظر عمل شد، اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که ایش ای دو چیز را ما به وجود آوردیم، در اتباع رسول ما صلی الله علیه و سلم، وقتی که میبینیم در حقیقت ما یک انسان شدیم که به اصلاح هدف به شما چی میشه؟ دیده میشود. در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میشود؟ به ما هدف نمایان میشود. انسانی که یک بار هدف را دید، بعد از او باز خطا نمیخواد بکند. یک بار فهمید که کجا باید بروم، باز نمیخواد که دیگه جا برود، زیرا او هدف قیمتی است، با او وقت میدهد. بار بار از زمین تو شده که شما یک کار مهمی داشته باشین، یک هدف عالی داشته باشین، به خاطر از او هدفتان گشنگی را تحمل میکنم، میگه چای نمیخورم صبح که ناوقت میشه. اما تو شده یا نشده؟ چای لا میدی؟ یک مجلس بسیار شیرین است، خوب ساعت تیر شده و دیگه میخوای که اما تو آرام باشی. ولی وقتی که او هدف به یاد آمد باشی، میگه معذرت مرا بپذیرین صاحب، من نمیتونم بشتم. اما تو میکنی یا نمیکنی؟ میریم اما تو. پس هرگاه عقیده زیبا به ما پروردگار راشت، پروردگار را شناختیم، این عقیده زیبا ابتدا به چی ثابت میشود؟ به عقل سلیم، به عقل سلیم شناخته میشود. ولی قرب پروردگار به عقلت نمی شود، قرب پروردگار به اتباع رسول الله می شود، صحیح شد؟ ولی عقل چی می کند؟ عقل به شکل بسیار زیبا و مقبول اما عبادت ها را به پروردگارت به قیمت بلند تقدیم می کند. دقیق شده انشاءالله. اتباع رسول الله را عقل چی می کند؟ به شکل زیبا به پروردگارت تقدیم می کند، قیمتش بالا می بره عقل. ما همیشه این مثال عرض کردیم که شما عملا برین به این دکانداری که در پیش مسجد ماست، یک دکان گرد ورد است، اما تصیح نیست، گرد سرش است، صحیح شد؟ بس بسیار ریشخند گرد وردی است. این هم یک دکاندار است، قسم با خداست که مجبوریت نباشه همینجا نمیری، صحیح شد؟ یک چیز خمالت هستیم. یک دکان دیگه است که در اوجا بری بسیار منظم، همچندم مال خدا، گردم سرش نیست، که بیایی برش بگه السلام علیکم و رحمت، خوش آمدین صاحب، خوش آمدین، بفرمایید، صحیح شد نه؟ تو را میگه بیا دیگه در این دکان شهر خورده برو، خودت اختیار بکن، باز در پاکت برد مندازه و بسیار مقبول برد میته. از کدام دکاندار میخری؟ از این میخری؟ از اون میخری، صحیح شد نه؟ ای پروردگار ما عبادات ما را به قیمت بلند میخره. چرا میخره؟ خاطر که پاک و نظیف است. شما ما همیشه چیز بلند قیمت را میخواین بخرین، ولی میخواین صحیح بخرین،
از جای خوبش بخره. عقل چی میکند؟ عقل امی کار میکند، عبادت تا جلایش زیبا میده. صحیح شد؟ عظمت پروردگار بسیار پیش رویت میمانه، اخلاص تا خوبش میکند، صحیح شد؟ ادب تا خوبش میکند. وقتی که اخلاصی خوب باشد، ادب خوب باشد، الله قیمت میخره نمیخرد؟ الله قیمت میخره از بشه. صحیح شد؟ یک نفر چی میکند؟ والا وقت نماز بیا کمی نماز بخونیم، باز گم که هر کاری که شد. یکی رقم میگه، یکی میگه از برای خدا، این قرض نیست. صحیح شد نه؟ عبادت جز زندگی ماست و مقبولترین و بزرگترین و خوبترین زمان ماست. ما را به هیچ چیز بدل نمیکنم. رحنا یا بلال، این رو یک حالتی است. یکی او رقم عبادت میکنه، یکی ترپ 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 میخونه، هر دویش نماز است یا نیست؟ یکی روحش آرام میشد با نماز، یکی میگه سر ما کوتاه شد بیا که می قرض شبتیم. صحیح شد؟ قرض شبتیم. هر دو مسلمان است. تربیت اسلامی از ما چی میخواهد؟ یک فردی که عبادات را به رب العالمین و بهترین وجه و محبت و تربیت و ادب تقدیم بکنه، تا پروردگار عظیم قیمت بالا برش بدهد. صحیح شد؟ قیمت بالا برش بدهد. کلگی نماز میخواند، یک انسان مؤدب به تربیت اسلامی، نمازش از 700 چند بالا فروش پیدا میکند، از سلامش پاداش میگیره، از قدمایش پاداش میگیره، از نشستش پاداش میگیره، از خوابش پاداش میگیره، از لقمنانش پاداش میگیره. کل زندگی خود را چی کرده؟ وسیله ساخته تا که به پروردگار نزدیک شود. ما ایره چی میخواییم؟ ایره میخواییم که یک فرد صالحه که تربیت اسلامی میخواه، این چیز است. همه زندگیش عبادت شود، تنها نماز نی، همه زندگیش. پس هدف تربیت امی است. ارگا که ما ایره بخواییم برای تحفظ از این انسان، میخواییم فامیل خوبی داشته باشد. زیرا انسان اگر در یک گنده افتید چتل میشه نمیشود؟ چتل میشود. بنان ساختار خانواده از قضایای مهم و جدی در باب تربیت اسلامی است. و رسول ما صلی الله علیه و سلم به این امر تأکید میکند، میفرماید که همراه کی باید عروسی بکنی؟ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فأظفر بذات الدین تربت یداک. به نکاح گرفته می شود زن، عموما به چهار صفت در یک زن مردم ما می بینه و می خواهد با او خانواده خیشاوندی داشته باشد، مال را ارزش می دهد و محک به اصلاح هدفش چی است؟ مال است. او اساسش است. پشتش نکرد دیگه، از میراش استفاده نکنه. صحیح شد نه؟ این هدف است. یک تعداد مقبولی جانب مقابل را دوست داره، بس بسیار مقبول است، دیگه پشتش نمیگرد. یک تعداد میگه خانواده بسیار خوبی کلانی دارد، استفاده میکنه. یک تعداد هم مردم به ارزش میده به دین. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه فاظفر بذات الدین و فاظفر بذات الدین. دو تعبیر در اینجا است. خب یکی فاظفر بذات الدین، کامیابی حاصل بکو به خانواده دیندار، زیرا فرد در خانواده دیندار مسئول میماند. اما تسنی در خانواده دیندار مسئول نه. خانواده دیندار چی میکند؟ انسان را هدف عالی میده. دقیق شد انشالله؟ خانواده دیندار انسان را هدف عالی میده. فظفر بذات الدین، ظفر او جا از ظفر گرفته شده، ظفر ناخونه میگوید. یک شایی که بسیار نحیف باشه او را به چی میگیری؟ به ناخونت میگیری. اما تاسیا نیست، زیرا اگر کلانش گرفی یا به دستت نمیرس یا خرابش میکنی. چیزی که به ناخون گرفته میشه بسیار نحیف و ظریف است یا نیست؟ و سخت هم از گرفتنش، کل دست بری گرفتیش نمیتونی، باید بسیار با احتیاط بگیریشه. خانوادی دیندار را به این سختی پیدا کن، به این مشکلات پیدایش بکن تا کامیابی حاصل بکن.
چرا؟ چرا اینقدر مهم است خانواده؟ به خاطری که خانواده هدف بر تعیین میکند، هدف بلند بر تعیین کرد. هدفت بلند است، هدف غلط بر تعیین که چی میشود؟ هدف غلط است. دو مثال برتان عرض میکنم. یک مثال یاد ما میاد که ایرا خرد بود و میره بر ما بار بار گفته بودن، خبر نایم فهم که کتاب مکتب بود. طفلی از بیرون میرود یک دانه تخمه دزدی میکنه، صحیح شد؟ با مادرش میاره من خوب کردی بچه، صحیح شد؟ یک تخم. دیگر روز بچه یک رفت مرغ دزدی کرد، مادر چی گفتش؟ خوب کردی بچه، مرغ خورد. دیگر روز بچه رفت بز دزدی کرد، خوب کردی بچه، صحیح شد؟ خوب کردی دزدی است، چپاول است، هر روز میارد. مادر پدر از مرغ استفاده میکنه، از گوشت استفاده میکنه، از اینو استفاده میکنه، به بچه نمیگه که او بچه ما گیر شوی چطور میشود، صحیح شد؟ دیگر روز بچه گیر میشود، یک کسی را به قتل میرساند به خاطر مالش و حکومتی را گیر میکنه، اعدامش میکنه. وقتی که میدم دار میرود، باز به مادرش میگه که مادر جان من تنها خو میمرم، من یک زبان یک بار بودی که امیر خو بوسه میکنم، باز میرم با زبان شو دندان میگیره پچقش میکنه و قطعش میکنه که این زبانت مرا خراب کرد، صحیح شد؟ زیرا من کمی روز اول تخم آورده بودم، تو باید مرا نمیگذاشتی، ولی تو اعمال مرا تایید کردی تا بالاخره که به طرف قتل رفت. شما پرسان بکنین که امی انسانهای ولگرد را که در جامعه ما میبینیم، ای از آسمان پایین شدن یا در خانواده ما شماست؟ خانواده ما شماست، صحیح شد؟ چون خانواده برای دخترش نمیگه که تو چی پوشیدی؟ چرا این رقم میپوشی یا کالای چسب را دخترم؟ بر جستگی های وجودت نمایان می شود، بچه های جوان برات می بینه و این در حقیقت دلیل به بیغیرتی ما است، صحیح شد؟ و مرا بیغیرت نکن، دقیق شدن؟ مرا بیغیرت نکن، لباس خوب توجه نکن، حجابت مراعات بکن، به جای نشین، از ششتن و از خیستانت باید جواب بگوی. همه در اصلا نیست، اگر به نصیحت، به خوشی، به خنده امیره کسی به دخترش بگه، دخترش همراهش مخالفت میکنند؟ نمیکنند، صحیح شد؟ و اگر کسی امیره نگوید، برادر گلم وقتی که ما کار میکنم تو تأکیدش بکنی ردش نکنی، ما فکر میکنم که صحیح است دیگه، زیرا نزدیکترین کسا خود شما هستین بر ما، که شما تایید بکنی خب بگیرین، اگر تایید بکنه اگر نکنه او چی کار است؟ پس خانواده چرا خراب میشود؟ افراد چرا خراب میشه؟ به خاطر که در خانواده های بی تربیه و بی هدف ای اولاد چشم به جهان گشوده. پس چی زیبا هست که دیگه تعبیرشم بگیریم، دیگه تعبیرشم بگیریم. حضرت معاویه رضی الله عنه و ارضا هند مادرش است، بچه حضرت ابو سفیان رضی الله عنه است. ای در آغوش مادرش بود، مرد قیافه شناس تو تیر شد، بعد وقتی که دید گفت که اینهو سیدود و قومهو، این طفل که است قومش رهبری میکند، شیر میخورد. مادرش گفت اذن سکلتو، به عزایش بشینم، در این صورت به عزای از این بچیم بشینم. انما نربیه لیسود العالمه، ما خود را تربیه میکنم که جهان رهبری کنه. تو آمدی برمی به قرائش رهبری کن، دقیق میبینی؟ این مادر چی رقم بود؟ مادر برای فرزندش هدف عالی را داد، بچه هم اما تو شد نشد، بچه دنیا را رهبری کرد. 3000 کشتی در داخل بحر داشت و از مجاهدین پر و از حریم حکومت اسلامی دفاع میکرد. 3000 شب و روز از بحر به خشکن نمی آمد، اما تو تربیتش کرد. محمد فاتح
این شخصیت مادرش که برش شیر میداد باز برش میگفت که بچه‌م این شیر سرت حرام است تا که اونجا رفعت نکنی. طفل شیر میخورد. اتو رویش به طرف همین قسطنطنیه به طرف همین استانبول دورش برش میداد که امپراتوری بیزانس در اونجا بود. میگفت او امپراتوری را ختم میکنی. طفل شیرش میداد. هر دفعه که شیرش میداد به طرف استانبول رویش دور میداد. طفله که شیر خلاص شد همه تا میبردش استادش میکرده پیش بحر. باز میگو طرف اصایی کن اوجا را باید بگیری. اما تو تربیش کرد الله شاید است که محمد فاتح اموجا را فتح کرد. فتحش کرد. عجیب داستان فتح داره. عجیب به ذکاوت عجیبه ای جای را گرفت. رسول ما صلی الله علیه و سلم گفته بود هر کسی که بیزانس فتح بکند الله متعال او قماندان را و او لشکر را از اهل جنت میگرداند. این را پیغمبر علیه السلام گفته بود. هر خلیفه اسلامی که آمد سر بیزانس عملیات کرد ولی کامیاب نمیشد. به اندازه ای گپ مهم بود که حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه و ارضا ریش سفید است. ریش سفید است. جنگ به خاطر بیزانس شالاور است. سخت. یکی از مجاهدین همون تا حمله کرده درون دشمن. یک کسی برس که ولا تقتولوا انفسکم ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه. اینو نگفت. حضرت ابو ایوب انصاری گفت که شما چی میگه نو مردم؟ قرآن که نازل میشد ما بودیم. قرآن ای را گفته که بتر که جهاد خدا هلاک نکنید. قرآن نگفته که بر صفوف دشمن نروید. یه ترجمه غلط نکنید. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مریض میشود. بعد میگوید که یک چیز از شما میخواییم و مجاهدین میگوید که ما که مردم مرا ببرین در داخلش خاک دشمن دفنم بکنید. به اوجه دفنم بکنید. عرق هم که میکنید. تا که صبح اینی جارا مجاهدین فتح میکنه و تک تک اسبش مرا بیداری بدهد. ای عجیب نیست. بعد از 7500 سال محمد فاتح میاد و استانبول فتح میکنه. 20 کیلومتر را محمد فاتح کشتی‌ها را سر روغن برده. در خشتکه کشتی‌ها را سر روغن برده. در 40 روز یک قصر را بنا کرد، یک ویلی کلان را بنا کرد که 20,000 مجاهدین در اوجا پد جای داده بود. در 40 روز جورش کرد. آلی هم معویلی است. 20 کیلومتر را روغن هم انداخت و همی کشتی‌ها را سرش تیله میکرد که بیخشاو نبره، خراب نشود. از پشت سر به دشمن عملیات کرد و او جالی که انداخته بودند در داخل بحر از پشت جال آمد. امورم فتح کرد. چرا فتحش کرد؟ در پشتش یک مادری بود هدفمند. صحیح شد؟ یک مادری بود شجاع. پس ما هرگاه هدف ما از تربیت اسلامی در شق دومش خانواده قوی است. خانواده قوی هدف عالی را برات میدهد. صحیح شد؟ هدف عالی را برات میدهد. هر کسی که هدف عالی داشت شخصیت عالی است. صحیح شد؟ شخصیت عالی است. پس ساختن خانواده ها از قضایای جدی و مهمی است. ما باید برش ملتفت باشیم. از این خاطر علمای تربیت اسلامی میگویند که هر طفل بر پدر و مادرش یک حق دارد قبل از اینکه به دنیا بیاید. حقش بر مادرش است که پدر را نه برای طفلش برگزیند که سبب شکستاندن شخصیت طفل شود. دقیق شدین؟ مادر که وقتی میخواد عروسی بکنه از خود پرسان که شوهرم چیست؟ ای شوهرم چی درس برای فرزندم میدهد؟
میپرسان بکنه دی وجود شوهرم کدام صفت عالی است که فرزندم در تحت از او صفتش تربیه شود. ارگا او صفت در او نبود و با هر کتاو بوتاو عروسی میکنه، در حقیقت حق طفلش ضایع کرده. عین شکلش حقش بر پدرش است که مادری را برش انتخاب بکند تا از شخصیت مادرش فرزندش تأثیر گذاریش بپذیرد، متوجه برش باشد، دقیق و در ساختن یک شخصیت با تکوین و با عزت از این باید تلاش بکند. این اساسات است. خانواده از کی جور می شود؟ از شوهر و از خانم. همون تاسته؟ تکثر پیدا میکنه. اگر این دو نفر هدفمند بودن، اولاد هدفمند است یا نیست؟ هدف. اگر این دو نفر بی هدف بودن، اولاد بیچاره یکا اگر در گرو یک تربیت بیرونی قرار گرفت فبها و نعمه، و اگر هدف تربیتی بیرون هم وجود نداشته باشد پس این فرزند به طرف اهداف بلند خواهند رفت؟ نه. ضایع شد یا نشد؟ بیچاره شد نشد؟ گم شد در تاریخ یا نشد؟ گم می شود. پس هدف تربیت اسلامی اما تو که یک فرد صالح هست در خانواده صالح، خانواده صالح در یک اجتماع صالح. اجتماع اگر صالح بوده باشد افراد صالح است. اجتماع صالح باشد دخترت بدون تشویش می رود در پوانتون، می رود در مدرسه، می رود در یک جای، همون طرح نیست. اجتماع فاسد باشد دختر از خانهش بیرون برآمد دل دغدغ می کند، چطور شد؟ بچه از خانه برآید دل دغدغ می کند، چطور شد؟ چون اجتماع با هدفی که تو خواستی برابری ندارد. اجتماع و تو فرق داری. بنان عزیزا با این نکته است که دین به ما چی میگوید. دین به ما میگه که مسلمان ها را خداوند متعال آفریده است لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دین به ما چی میگه؟ کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر در جامعه همی چیز نباشد، در وجود ما همی چیز نباشد، در وجود تو همی چیز نباشد، پس چی برتری از حیوان داریم؟ هیچ نداریم دیگه. ای اساسات ماست. پس در مجموع هرگاه یک انسان زیبا تربیه شود در خانواده زیبا، در اجتماع زیبا، بعد از او باز هدف ما چیست؟ هرگاه سیستم تربیتی قوی شد، هر فرد از اجتماع و هر خانواده از اجتماع و این اجتماع بزرگ ای کلش با درس می شود با آنانی که می خواهند اجتماع ها را ببیند، خانواده ها را ببیند و افراد را ببیند. دقیق شدین؟ بعد ما چی میشیم؟ ممثل. ممثل یک سیستم بزرگی از هدف عالی. هدف عالی. بس در اجتماع در پیش مسلمان برو دروغ نیست، خیانت نیست، جفا نیست، غلطی نیست، چیکی هم نیست. اجتماع باز زنده می شود، اجتماع باز حساس می شود، اجتماع باز نمی خواهد که صفاتی که تعلق به یک فرد داره غیر مستقیم ای تعلق به اجتماع دارد. باز فرد اجتماع می شود، اجتماع باز چی می شود؟ فرد می شود. قبلا یک نفر بودیم، حالا باز کل اجتماع یک نفر است. یک نمونه از این را عرض میکنم. در خلافت حضرت عمر رضی الله عنه و ارضا، مردی به خانهش اطفالش گفت که نان بده. نان چیزی نداشت. اونا که قال مقال چیق زدن شروع کردن، این بیچاره بیرون برآمد تا که یک چیزی کار کنه و ورش بیاره نان را. بیرون که برآمد کار پیدا نتانست چون فاصله یمو دیاتی بود. یک مرد را دید که سر مرکب سوارش، خرجین در مرکبش هست، امو جرچی که بود، ای خیال کرد که کار خو پیدا نتانستم، پس بیا که امیر از پیش بگیرم، امیر زود به اولادا این بتم که چپ شوم. سنگ کش کرد که مردکر را این پشتش زد، از مرکب افتید و جای با جای مرد.
این نفر که کشته شد، پس نفر مردم گرفتن، قاستای که آوردنش یک روز بعد دو روز بعد رسید به حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه، و قصه طوری شد که حضرت امیر المؤمنین حکم قصاص ازیر داد که باید کشته شود. وقتی که فیصله کرد که باید کشته شود، بعد این نفر دست خدا بلند کرد که امیر المؤمنین اجازه میتی یک چیزو بگم؟ گفت بگو. گفت من با اولادایم وعده کرده بودم که به شما نان میارم، ولی دیگه تو یک مصیبت افتیدم که نان خود نان نشد، خودم از دست دادم. اونا در خانه هیچ چیزم نداشتن. اگر اجازه بدی یک بار خانه میرم و برش میگم که بر خود کارتون پیدا کنه. این قصه را گفت حضرت امیر المؤمنین بسیار متاثر شد که در خانهش چیزی نیست، نان نداره و وعده کرده و وعدهش هم به مرگش تبدیل شد. بعد در محضر صحابه عرض کردن که کسی هست که امیر زمانت بود، کلگی چپ شدن، زیر این نفر هیچ کس نمشناخت، از قبیله این بسیار دور اطرافی بود، کلگی چپ شدن. باز گفت کسی هست که زمانت زیره بکند؟ باز کلگی چپ شدن. وقتی که کلگی چپ شدن، دیدن در اخیر باید حضرت ابوذر غفاری دست خدا بلند کرد که من زمانت زیره میکنم. مرد گفت که 3 روز بعد من پس میایم. این نفر رفت، پیشین سوم روز که شد یه ورثه مقتول آمدن، گفتن که کجاست این مقاتل ما؟ حضرت ابوذر گفت کجاست؟ گفت صاحب او وقت که او رخصت شد دیگر بود، تا دیگر باید انتظارش بکشیم. دیگر شد که در نماز مردک آمد. وقتی که آمد، حضرت امیر المؤمنین به حضرت ابوذر غفاری رو آورد، برش گفت که ابوذر، یک کسی را که نمشناسی چطور زمانتش کردی؟ نمشناسی زمانتش میکنی؟ اگر این نمی آمد با تیر جنجال گرفتار میشودی. حضرت ابوذر میفرماید که امیر المؤمنین از صفات مسلمان ها یکی هم رجولیت و شجاعت و مردانگی است. یکی از صفات مسلمان ها. و ما زنده باشم این صفت را در بین مسلمان ها نبینم، این برم دردآور بود. گفتم کل اجتماع من حیث ممثلی چی میشود؟ فرد. فرد اجتماع میشود، صحیح شد؟ اجتماع فرد میشود. ما زنده باشم و کسی بگه که در مسلمان ها مردانگی نیست، جوان طبیعتی نیست، شجاعت نیست، بنان هر بلایی که به من میامد میامد، خب این صفت باید چی میشد؟ محفوظ باید میبود. بعد به طرف از این مردکه گفت که ولی تو چرا آمدی؟ تو خود رفته بودی، دستایت خلاص بود، تو را کسی نمشناخت، چرا وادارت کردی که پس ایجا آمدی؟ گفت که امیر المؤمنین از صفات مسلمان ها یکی هم وفا به وعده است، به عهد است، و ما زنده باشیم توسط ما این صفت از بین برویره نمیخواییم، این صفت باید محفوظ باشد. از این خاطر مثل موار مردم کشته شود، خو این صفاتی که از فرد است و در اجتماع انتقال کرده، این صفت نباید ضایع شود. از این خاطر گپی نیست. این دو گپ که شد، ورثه مقتول که 2 فرزند داشت، تو خیس گفت ما ای را بخشیدیم، این قاتل را بخشیدیم. چرا بخشیدی؟ گفت همه طور از صفات اجتماع اسلامی و مجمع اسلامی امی گذشت و عفو است، صحیح شد؟ عفو و گذشت. ارگو من نبخشم که حالی به من این صفت آمده، من ممثلش هستم، من که تمثیلش نکنم، خیلی کی تمثیلش میکند؟ صحیح شد؟ بناهن من ای را به خاطر خدا بخشیدم تا این صفتی که از فرد بود و انتقال یافته به تربیت سالم به اجتماع، این صفت باید در بین مسلمان ها محفوظ باشد. دقیق شد انشالله؟ پس عزیزایم، ارگاه ما فرد تربیت کردیم، خانواده خوب را ایجاد میکند، خانواده خوب اجتماع خوب ایجاد میکند. پس صفات فرد ما
می رود به طرف فامیل و فامیل ما می رود به کجا؟ به اجتماع. پس اجتماع ما ممثل خانواده ماست، خانواده ما ممثل فرد ماست و فرد ما ممثل اجتماع ماست. درست شد؟ خداوند متعال به همچی یک جامعه ما شما را برساند. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما یک نفر در این خانواده باید جور شود. صحیح شد؟ یک نفر در این خانواده باید جور شود. و هنگامی که یک نفر جور شد و راستی جور شد، خب؟ راستی جور شد. دروغکایی نه. راستی جور شد. و خامخا خانواده خود جور میکنه. هیچ امکان نداره. زیرا یک نفر که در خانه جور شد، پدر داره، مادر داره، خواهر داره، برادر داره، او به اساس تربیت سالمش، حق پدرش، حق مادرش، حق برادرش، حق خواهرش به مطابق دین میته. هر کس که حقوق دیگران را محترم شمرد، او انسان عالی میشه و بزرگ میشه. تو بخوای نخوای او را مردم احترام میگذارن. بخوای نخوای جایگاه پیدا میکنه. اما که تو حقوق ازوران محترم شمردی، اونا خود به خود حقوق تو را محترم بشمارن. حتی اونا که محترم بشمارن، قیادت بر تو میده، رهبری را برای تو میده، طوری که با تو بخوای تمثیل کرده میتونی، تغییر آورده میتونی، زیرا اعتمادش گرفتی و ایمان دارد به شخصیت تو. پس یک ای اساس است. یکی هست که ما مطلب است، میگه در سر پشقل بشین جاناباده ببین، یکی گف است. یک نفر یک دو گف کلمه رو یاد میگیره در حالی که ده ها مشکل خودش داره، بازو دیگه شروع میکنه. اولین کارشی است و پدر میگه صاحب تو نماز غلط میخوانی، ولی رفل یدین بکن. خوب صحیح شد؟ کل گبه میشود نفهمیدی؟ و پدر بگه تو غلط میخوانی صاحب، دستای تجابی. و پدر میگه ایران ما نکه ها بشه، تو بسیار میفهمی؟ یا او علما را دیده، شخصیت ها را دیده، یا او دیده؟ تو خو هیچگاه نمیتونی به او علم برسی. پس بی شخصیت میشی. صحیح شد؟ اعتماد نداری؟ دقیق شدی؟ پس خودت یک شای اضافی استی، هیچ به درد نمیخوری؟ ولو که پیش خودت خودا کتا فکر میکن، خودا با فهم فکر میکن. تربیت چیست؟ فهم صحیح مطابق با واقع شای. پس وقتی که من میبینم که یک جای سنت بوده باشه، قال رسول، قال رسول باشه، مروشی که ما شروع کردیم که تو شدی تو شد. صحیح شد؟ از امام احمد حنبل کده خب بالا نیستیم یا هستیم؟ نه، از امام احمد حنبل کده بالا نیستیم. امام احمد رحمت الله علیه برخلاف اصول فقه حنفی، در اصول فقه حنفی تو راست، قال الله قال رسول. صحیح شد؟ در صحابی که رسیدیم، اگر چند قول از صحابه باشد در یک قضیه، امام ابو حنیفه میگه که یکی از یار اختیار میکنم، یکی از یار اختیار میکنم که به مطابق چی ما باشد، مفید برای اجتماع ما باشد. امام احمد چی میگوید؟ میگه اول میرم در قرآن کریم، در اوجا پیدا نکردم به سنت رسول الله میایم، در سنت رسول الله که پیدا نکردم به اقوال صحابه میایم. در اقوال صحابه اگر سه نظر بود، اما هر سه نظر صحیح است، اصلا ترجیح نمیتون، هر یکی را که عمل کردی صحیح است. امام احمد میگه ما چی کارا که اقوال صحابه را بگم که یه تو شد یه تو شد؟ هر سهش نظر دین است. بکنه میگه هر کدامش که میکنه همون نظر احمد است. دقیق شدی؟ باز با این میاد، اگر در اقوال صحابه نیافتم، در اقوال تابعین آمدم. و در تابعین اگر یک قبول مو قول ماست، اگر سه قبول مو سه قول ماست، همی هر سهش قول ماست، اصلا ما ترجیح نمیتم که یه چطور شد یه چطور شد. انشالله فهمیدین؟
برادرم بزرگای ما تو کلا ما اینجا کلان کلان شخصیت ها و علما داریم، اینجا این مردکه والا الف بی تی سی رفت و این ترجیحات میده، ترجیح میده که یه تو سعیست یه تو سعی عمر تو چی میفهمی؟ سعیشو والا اگه هیچی رو بفهمی. پس بر خود با خانه غم جور کردیم، غم سعیشو به واسه که خانه رو راهنمایی سعی بکنیم، خانه رو غلط راهنمایی میکنیم. سی بدبختی ماست باشیم ما میفهم هیچی رو نمیفهمی، هیچی رو نمیفهمی. اگه بوی ببری پس این نفره که نو به اسلامی الف بی تی سی را خواند ای چی شده؟ مجتهد شده. این مجتهد صاحب که بیا هر چیزی که نو تعبیر میکنه خانم میگه چی حالا شروع کردی؟ باز میگه که صاحب گفت ما را قبول نمیکنه. خوب میکنه قبول نمیکنه این گفت را. صحیح تو خدا جای گپ میزنی که او جای تو نیست، او صلاحیتی تو نیست. تو بیا سر یک قضای اصلی فکر بکن، ولی در جایی که صحیح است او دست نزن. حق تو نیست که مردم گفتن میپذیر نمیپذیره. کلی گفتن میپذیره کی هست که گپ خوب پس قبول کس نکنه؟ هست یا نیست؟ کلی گفتن میپذیره. الله ما شما را هدایت نصیب کنه. ما خود نمیخواستم که دمی هیچ گپ بزنم. خب خالی یکی از علماست، الله متعال ببخششه، محمد بن باز رحمت الله علیه از علمای بزرگ سعودی بود، الله سرش رحم بکنه. مبارک آمده بود در ایچی دمی امتحانای بچه ها در ست صنف. باز یک بچه گفت که شیخ چطور است؟ بزرگ گفته بود برش و دیگر گفته بود که اوجا چه بورم گفت. یک نفر اومد که سر امتحان از امی نقل ندی برش. بازو گفت که ایچی است؟ والا امی کتمان علم که است؟ میگه این حرام است. سیشون از ما سوال کرد، من جواب گفتونیم. من نمیخواستم در این چیزی بگویم. سعی شد ولی پرسان که دیوتن دار. گپ ای است که هر کسی که به اشغال افغانستان باور نداره شده بیعقل است. گپ اول دیوانه است، والله دیوانه است و یا مزدور است. یک از دو چیز است، یا مزدور است، منافعش است، پیسهش است، چوکیش است، چوکی نازنجان، موترهای بسیار لوکس، کش و فش و دالر ایره که ببینن که دیوانه است که بایه که وطن اشغال است، ایره که باز برست نمیده. و یا ای است که بیعقل و کودن است، اصلا خبر نداره چی گپ است. در یک ملک که اشغال بوده باشه وطن دار رأی سره کی حساب میکنه؟ کی صلاحیت برات میده؟ سوی چی کاره که کسی را انتخاب میکنی؟ از این گپ است، واقعیت خمیست. صحیح شده؟ نه ما را کسی به رای میمانه، نه رای ما را کسی احترام میگذاره. ببینیم سب که اینمی ولی یک چپولی که گپ زدن خدا یاد نداره، قسم به خدا سر رئیس جمهور میشه. اینه با سیکو. صحیح شد؟ پس رای ما چی؟ ما خدا چی ناقی در گرمی استاد کنم که بر تو رای میبردم؟ چی رای؟ یک گپت. گپ دوم عزیزم در بخش حقوقی است. ریاست جمهوری بر ما کس نمیده. خب دیره خب یه ضرور نیست که ما بگم که ما مردم ما را به انتخاب میمانه. صحیح و چندان چیزا هم نیستن، چندان چیزایی هم نیستن که از هویت ما دفاع بکنه. صحیح شد؟ چیزی هم نیستن، اصیر ریشخن مردم هست. ولی یکی بحث ما روی قضایای عالی به اصلاح شورای ولایتی است و صبح پارلمان است. در این قضیه جدی میگم همکاری بکنن و شخصیت های صالح ها مخواهم حمایت بکنن، هم برش بگردن بر اینکه انسان صالح و با فهم و فهمیده اگر در یک جای میرود به خیرت است. صحیح شد؟ و کوشش بکنن در این بی تفاوت نباشه. هرچی در ریاست جمهوری است، ولی اگر ما خود یکی از ایرامت یک چیز یافته باشم که از آرمان ما تمثیل بکنند، از عزت افغانستان تمثیل بکنند، هر کدامش میگه من اول امضا میکنم، اول مزدور من هستم، اول مزدور من هستم. حالی مزدور را چی بکنیم؟ صحیح شد نه؟ ایتو یکی نگفت که ما نمیخوایم که مزدور شویم. صحیح شد نه؟ صحیح چی حال است دیگه؟ این مزدور را ما کار نداریم. صحیح شد نه؟ نمیخوایم که ناقی خود در گناه شام داخل بکنیم. صحیح گپ ما خمیست. والله اعلم اگه خطا میکنم الله مرا ببخشه. ولی در بخش دوم، در بخش
شورای ولایتی جدی باشه. کارت نداریم برین کارت بگیریم. فهمیده شد؟ این خیانت می کند در قیامت از شما قرآن شکایت می کند در قیامت از شما قرآن شکایت می کند حق مجازات شما را در قیامت می کند روز محشر در میان انبیا و اولیا می کند قرآن شکایت در بساط کبریا در حضور انبیا و اولیا و اصفیا پس خدا تشکیل دیوان عدالت می کند در قیامت از شما قرآن شکایت می